ادامه محور مقام های محلی و باشندگان بدخشان میگویند که طالبان در این ولایت مانع شرکت در حدود 200 دختر دانش آموز در آزمون کنکور شدند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند، اما به گفته مردم جنگجویان وابسته به طالبان به این دختران در ولسوالی های ماهمی و نسای هشدار دادند که اگر در آزمون کنکور شرکت کنند هر کدام تا 40,000 افغانی جریمه خواهند شد. در همین حال مقام های محلی بدخشان میگویند که میکوشند هرچه زودتر از این دختران آزمون کنکور گرفته شود. گفته شده است که این دختران باید از ولسوالی های ماهمی و نسای بدخشان به ولسوالی شوکه این ولایت میرفتند و آزمون کنکور میدادند، اما به گفته مردم و مقام های محلی طالبان مانع این دختران شدند. چون ما کسانی هستیم که از پروسه کنکور باز ماندیم و امیدوار هستیم که جناب رئیس جمهور در این راستا ما را کمک و یاری نمایند و زحمات ما را نادیده نگیرند. محروم کردن و جریمه تعیین کردن که اگر زن اگر دختری که به کنکور می رود و گیر می آید 40,000 افغانی باید بپردازد. روز شنبه شماری از باشندگان ولسوالی ماهمی ولایت بدخشان در اعتراض خواستار رسیدگی هرچی زودتر به ماسل این دختران شدند. هر کس حق داره که تحصیل بکند، چی دختر باشه و چی پسر باشه، حق مسلمی هر شهروندی افغانستانی است. در این میان مقام های محلی در بدخشان میگویند که مشکل این بازماندگان کنکور روز یک شنبه حل خواهد شد. حکومت محلی یک تصمیم بری گرفت که باید دخترانی که از امتحان کنکور باز ماندن روز یک شنبه ولسوالی به ولسوالی شغنان سفر داشته باشند و اوجا امتحان شده سپری نمایند. این رویداد واکنش های زیادی را در پی داشته است و این در اوضاعی است که نمایندگان حکومت و طالبان باید در آینده نزدیک در دوحه به گفتگو با هم بپردازند. تأسف برانگیز است در این وقتی که می خواهیم که گفتگوهای صلح شروع بشه و این نشان میده که طالبان در تعهداتی که دارند صادق نیستند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. آموزش و پرورش دختران از کلیدی ترین اصلاح است که حکومت های پس از طالبان همواره در گفتگوها با این گروه بر ادامه این روند تاکید کردند، چیزی که در دوره طالبان ممنوع شده بود. برای بحث در این باره آقای عبدالرؤوف انعامی نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان افغانستان در استدیو حضور داره. خوش آمدین آقای نامی به برنامه. درباره جلوگیری از شرکت در حدود 200 کمابیش دختر در آزمون کنکور در بدخشان اطلاعات یافتین شما؟ با سلام و درود حضور شما و بینندگان بسیار محترم. بله، یا چنین یک خبری درست بود. دخترها وقتی که میخواستن از ولسوالی مایمی بیان در ولسوالی خواهان در امتحان کنکور شرکت کنند، به دلیل از اینکه طالبا حضور گسترده در ولسوالی نسای که مسیر رای این دخترانه بود موقعیت داشتن و اخطار هم داده شدن، اختاردیت داده شدن که شما نمیتونین شرکت کنین. اینا از شرکت در ولسوالی خواهان باز ماندن. مقامات محلی بدخشان از شروع ولایتی گرفته تا مقام ولایت و همچنان دفتر آقای خان تلاش به حد کردن، راستی زمینه را مساعد کردن تا اینا در ولسوالی شغنان که یک مقدار فاصله راش هم زیاد است روز یک شنبه بتانند در اونجا شرکت کنند و قرار معلومات دقیق که دارم یک تعدادشان انتقال شدن و یک تعداد دیگه شان هم فردا انتقال داده میشون در اونجا امتحان کنکور از اونا گرفته میشه. این که به اولیای این دانشجوها چی موضوعی باز چی مشکلی برشان خلق میشه و یک بحثی است که بعدا دیده شود چی میشه، منتها با طالبا که مکررن در تماس شدن اونا تا به ای آخرای روز نپذیرفته بودن که اینا باید اشتراک نکنن و این نمیشه که بگیم نظر رهبری طالبا همیست، منتها ما بارها در بحثای خود گفتیم که طالبا قدم های پایینی از اینا از قدم های بالاشان 100% اطاعت نمیکنن و این موضوع بعد از گفتگوهای صلح در دوحه بسیار برملاست. حتی یک تعداد از مقامات بلند پایه طالبا که در بدخشان اینا به چور و چپاول معادین اینا متهمن، وقتی از طرف شورای کویته خواسته شدن اینا نرفتن، وقتی اینا تبدیل شدن تبدیلی را اینا نپذیرفتن و این تطبیق نشده.
یعنی جبهات طالبا از رهبریشان اطاعت که لازم است داشته باشند و تو یک گپ نیست، هر کس در محیط منطقش مطابق با اون سلیقه و با اون باور و با اون فهمی که از دین داره خودش حکومت میکنه و حاکمیت میکنه، چیزی را خش داشته باشه صحیح نداشته باشه صحیح نیست، یک قانون مدونی که یا خوب یا خراب باشه بروی از او در سر تا سر قلمرو طالبا همو تطبیق شه همچه یک گپی وجود نداره. بسیار خوب، طالبا از کانال های رسمی که دارن با مردم یا رسانه ها در تماس هستن در این باره چیز نگفتن، دلیل همین دو دستگی است اونجا اتفاق افتاده و در کل طالبا موافق این مسئله نیستن؟ تا حالی را که هیچ اظهاری نظر نکردن ممکن اونا موافق به تحصیل دخترها نباشن، چون اگر چنین گپی اگر باورشان نیست خب باید اعلان میکردن، گرچه خود گفتگوهاشان گفتن که در عرصه طبابت و بخشای است که باید خانوما تحصیل کنن، یعنی از او گپاشان هم آدم میفهمه که محدودیت هنوز هم در ذهنشان است و منتظر باید بمانیم که مقامات بلندپایه از اینا چی میکنن، منتها دستگی و دستگی در امر اطاعت از آمریت بالاشون وجود داره. بسیار خوب، در بخش حاکمیت طالبان در بدخشان ولسوالی مامای در اداره حکومت است، نسی در دست طالبان که راه بوده به ولسوالی خواهان تا دانش آموزا برن امتحان کنکور را سپری بکنن. نسی هم کلش در پیش از اونا نیست، در مایمه هم در یک بخشای کوچکش طالبان حضور دارن، نسای هم مسیر را که به طرف ولسوالی خواهان منتهی می شود اونجا پیش طالبا بود و ای فوق العاده می تونستن مانی حضور دخترها در امتحان کنکور شوند که شدن. دیگه در ولسوالی های پنجگانه درواز در همش طالبا کم بیش حضور دارن، دروازی بالا، نسای، مایمه، کوف، خواهان. بسیار خوب، وقت برنامه ریزی می شده بر گرفتن آزمون کانکور و هم از دخترها، این مسائل امنیتی را چگونگی رفتنشان به مرکز امتحان اینا سنجیده نشده بودن؟ متاسفانه اگر این سنجیده هم شده هم حکومت محلی بدخشان که اونجا یک لیوا است و قماندانی امنی است اینا توانی امنیت گرفتنی او راه را ندارن، مشکلات به حد زیاد است. اونجا هر آدمی که مرتکب یک جرم شده، یک زندگیش خراب بوده، رفته به صفوف مخالفین پیوسته، مخصوصا در این اواخر که تریبیونای بین المللی تبلیغات زیادی را برای انداختن طالبا را زیاد برجسته ساختن، امیدواری به پیروزی از اینا که اضافه شد، تعداد زیادی آدمایی که کار نداشتند، آدمایی که وضعیت اقتصادی خوب نداشتند و یگان جرم جنایت هم مرتکب شده بودند همش رفتن، یک تعدادش محکوم به حبس است عملا، همش رفتن اونجا پیوستن و این را مهار کردنش و حالی فعلا حکومت در این وضعیتی که است خیلی سخت است. بسیار خوب، حداقل باید امکان سنجی می شد چقدر امکان وجود داشته و بسی دیگه همی که مردم و حکومت هم فکر میکردن که همچی یک گپی شاید نشوه، شاید طالبا برای محصلین مزایمت خلق نکنن. بسیار خوب، بسه که به فردا از این دختر آزمون کنکور گرفته شد و نهایی شده، گفتین یک بخش رفتن، یک تعداد دیگه همراهی هستن که برن در شغنان آزمون کنکور. بله، این بس خو یک مقدار هزینه کار داشت، انتقال 200 دانشجو طبیعتاً که به شغنان فاصله خیلی زیاد است، یک مقدار هزینه کار داشت که او از طرف مقام ولایت و از طرف دفتری آقای خان اینا حل شد. بسیار خوب، انتقال برگه های امتحان این هم یک کار است که باید تنظیم شده باشه. اینا همش شده، همش شده، من معلومات دقیق گرفتم چون در جریان بودیم، این برمون یک خبر بسیار مهم بود، باید این را دنبال میکردیم، لحظه به لحظه من در جریان بود. بسیار خوب، گزارش های وجود داره که در ولسوالی نسای حتی دختران حق ادامه آموزش را فراتر از دوره ابتدایی در مکتب ندارن، در این باره چیز میفهمین؟ در این مورد خو در گذشته ها خو چنین نبود، این نمیتونه 100% درست باشه، چون
اکثریت آدمای روشنفکر، شعرا، آدمای سیاسی بدخشان از دروازه هستن. ما درواز میگیم، اما پنج ولسوالی را هنوز هم عارف همیست که ما درواز میگیم. اونجا تهجر نمیتونه حاکم شوه. یک اقلیت اگر یک فکری متهجرانه نداشته باشن، با وجودی که یک ای ولسوالی های پنجگانه دروازه بسیار سرحدی هستن، اما اکثریت مطلق مردمش باسوادن. اونجا از طریق مدارس خصوصی، از طریق مساجد، همون رسم رواجای گذشته که هنوز هم دروازه هنوز باقیست، فردوسی خانی، آفیس خانی، بدیل خانی، مصنوی خانی، از طریق شب در مجموعه های مختلف اونجا هست. اونجا دروازه ها یا همون پنج ولسوالی درواز، در اونجا همچه یک گپی اصلا اگر صورت هم گرفته باشه بسیار مقطعی است، چون پذیرش اجتماعی امی گپ نداره. بسیار خوب، در بحث حل مشکل، به ویژه این مشکلی که در کار آزمون کانکور در برابر دخترها در بدخشان پیش آمده، کل تلاش به خاطر حلش محلی بوده، یعنی بعض از بدخشان فراتر مقام های مرکزی داخل این روند نشدن. مقام های مرکزی هم ادایاتی دادن، قرار اطلاعی که ما داریم، ما خود با وزارت تحصیلات عالی هم در این خصوص ارتباط گرفتیم و با وزارت های امنیتی هم اینا هم تلاش کردن، اینا هم تلاش کردن که همچه گپی باید نشوه. راستی این تلاش ها از مرکز هم صورت گرفت، با اونجا هم هدایت دادن که از هر امکاناتی ممکن استفاده کنین، اینا در امتحان کنکور اشتراک کنین. بسیار خوب، آقای صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به همین مسئله در تویترش یک تویت کرده، گفته حکومت به فراهم آوری سهولت ها در زمینه آموزش و تحصیل دختران متحد است. صدای دختران دروازی مبنی بر محروم ساخته شدن آنها از سوی طالبان در آزمون کنکور بدخشان رسانیده می شود که به کجا چیز نگفتن و اقدام های لازم از طریق نهادهای مسئول انجام خواهد شد. در کل می خواهیم بحث بکنیم با توجه به این توییت، فراهم آوری سهولت ها در هر زمینه به ویژه آموزش و تحصیل چگونه است در بدخشان؟ کار چگونه پیش میره؟ وضع در حال بهبودی دگرگون شدن است؟ خوبی همچه توییت های میتونه یک آیدیا باشه، حالی فعلا یک آرمان باشه. در کشوری که امنیت نباشه هیچ کاری نمیتونه صورت بگیره. بدخشان اگر امنیتش تامین باشه، مردم خود به خود به طرف معارف و به طرف تحصیل علاقه دارن، مردمش طبیعتا نموته هستن، ولی وضعیت امنیتی بسیار خراب است. یعنی آنچه که من اینجا میگم به مراتب تصور را که شما میکنین از این بالاتر وضعیت امنیتی خراب است و روز به روز صفی مخالفین تقویه شده میره. او هم از عناصری که قبلا یاد کردم و طبیعتا در جامعه اونا هم کم نیستن، فقر کم نیست، عوامل مختلف داره و ای تریبیونی که از طریق بین المللی برای طالبان ساخته شد، این هم خودش بسیار جذابیت داشت برای کسایی که اندک تمایل داشتن. تشکر بسیار آقای نعمی، نماینده مردم بدخشان در مجلس، از حضورتان در برنامه. وقتتان بخیر. و ادامه خبرها، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در سفر به شمال کشور از نیاز به کاهش خشونت ها سوی طالبان سخن گفته. همزمان با این، طالبان پس از یک هفته نبرد در حومی شهر کندوز اداری چهار پایگاه ارتش را در شاهراه کندوز خان آباد به دست گرفتند. در این میان معاون وزارت دفاع ملی بدین باور است که در پنج تا شش ماه اخیر اوضاع امنیتی در شمال کشور کاملا بهبود یافته. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان با معاون اول وزارت دفاع ملی هنگام دیدار از خلوروی 209 شاهین در ولایت بلخ بر کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان تاکید می‌ورزد.
نیاز است که طالبان خشونت‌هایشان را کاهش دهند. ما با نیروهای امنیتی افغانستان گفتگو کردیم. هر خشونت، خشونت بیشتر را در پی دارد. نیروهای امنیتی افغانستان به حفاظت از مردم افغانستان ادامه می‌دهند. اما همزمان ما برای در پیش گرفتن راه یک توافق صلح‌آمیز آماده هستیم. امنیتی وضعیت پا تیرو پینزش پا گمه شو که پا شمال که بیخی خشوده، البته تحرکات پا باید زیونی که دی. در چنین اوضاعی در ولایت کندز، طالبان پس از در حدود یک هفته درگیری با نیروهای دولتی و 4 پاسگاه ارتش در شهرهای کندز خان آباد دست یافتند. گزارش ها می رسانند که نیروهای مستقر در این پاسگاه ها به ولسوالی خان آباد عقب نشینی کردند. تعدیدات بلند امنیتی مسیر شهر و جنگ‌های دوامدار در مرکز کندز به شمول ولسوالی خان آباد و ولسوالی چهاردره و امام صاحب باعث نگرانی مردم کندز شورای ولایتی گردید. به خاطر دفع تهدیدات و تامین امنیت بهتر شهرهای تخار کندز و کندز خان آباد پلان و برنامه امنیتی ما در حال اجرا است. و روز شنبه شماره از باشندگان کندز در اعتراض به افزایش ناامنی ها در این ولایت دست به اعتراض زدند و خواستار توجه حکومت به اوضاع کندز شدند. نه شب خواب داریم، نه روز خواب داریم، قطعی تیفلای من لاروان پریشان تابکه یه بگردیم، شهرها بند است، تمام جاده ها بند است، مریضی پیدا کنیم، بشر رسیده نمیتونیم، به دکتر رسیده نمیتونیم. اگر حکومت محلی همو قسم بی برنامگی خود همو خود بی مدیریتی خود ادامه بده، کندز بار زیم سقوط میکنه. باشندگان کندز هشدار میدن که بی‌پروایی نهادهای دولتی در برابر تهدیدها در این ولایت باعث شده است که نفوذ طالبان در کندز روز به روز بیشتر شود و بخش‌های زیر اداره دولت کمتر از پیش گردند. برای بازر این باره آقای میر حیدر افضلی رئیس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان در استودیو حضور داره. خوش آمدین افضلی صاحب به برنامه. وقتتون بخیر. فرمانده کل نیروهای خارجی به شمال کشور سفر داشته، تاکید کرده بر نیاز به کاهش خشونت ها از طرف طالبان. این تاکید نه تنها از طرف جنرال میلر بلکه بسیاری از مقام های آمریکایی به چنین موقف را داشتن. چرا جدی گرفته نمیشن؟ تشکر. سلام خدمت شما بیننده عزیز. متاسفانه بعد از یک موافقتنامه که امریکا با طالبان امضا کرد، وضعیت امنیتی و دفاعی در سراسر افغانستان رو به وخامت رفت. این موافقتنامه بیشتر به نفع طالبان بود. طالبان فربیتر شدند، روحیه گرفتند و بخصوص زمانی که 5000 زندانی طالب، کسایی که افرادی بودند بین از اون شامل که این افراد از قماندان های سرشناس طالبا بودن، از افراد بسیار برجسته طالبا بودن، اینا را هاشتن روحیه و مورال از دست رفته خود دوباره گرفتن. یک بحث بود. بحث دوم، شما میفهمین که ما هنوزم در یک قسمتی از عملیات ها نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نیاز به حمایت خارجی داره، بخصوص در بحث عملیات های هوایی. عملیات های زمینی تقریبا 90% توسط این نیروها پیش برده میشه، اما موثریت عملیات ها موثریتش بیشتر بخش هوایی هست. از زمانی که موافقتنامه امضا شد، اینا بسیار واضح گفتن که ما مطابق با موافقتنامه ای که امضا کردیم دیگه در حالت تهاجمی با شما هم کار نیستیم، صرف در جایی که شما مورد حمله قرار میگیری بعد از یک ارزیابی، البته اونو ارزیابی میکنن باز وارد عمل میشن، که این باعث شد که ما در سراسر افغانستان یک اوجی از ناامنی ها را داشته باشیم که شمال هم شامل میشه در این مسئله. و متاسفانه شما میبینین که وضعیت بغلان بسیار بد هست، وضعیت تخار، قندوز، بدخشان قبلا وکیل صاحب گفتن، فاریاب وضعیت بسیار خراب است متاسفانه. و آنچه را که آقای میلر گفته، خب یک آرزو هست. چه خب بحث می خواهیم بیشتر پسانتر اگر فرصت بود درباره ناامنی ها در شمال. آزاد شدن پناس حقانی و دو فرمانده دیگر گروه هایی که در زندان های حکومت بودن بالاخره پذیرفتانده شدن بر حکومت، به اثر های 5000 زندانی طالبان پیگیری شد و بگونه قناعت داده شد حکومت تا در این زمینه تصمیم بگیره. چرا طرف تمکین نمی کنه و خواستا هم جامعه جهانی هم حکومت افغانستان تاکید بر کاهش خشونت داره؟ طرف منظورتان از طالبان است؟ من یک موضوع را می خواهم اضافه بکنم که 5000 زندانی تا فعلا تکمیل نشدن.
هنوز بعضی مشکلات هست، بخصوص هم 400 زندانی که جرگم فیصله کرد در موردش. بعضی کشورها ملاحظاتی دارن، استرالیا و فرانسه، چون یک تعدادی از کسایی که فعلا در حبس هستن مستقیما دخیل بودند از بین بردن شهروندای از کشور. بله، یعنی تا فعلا هم گراف تکمیل نشد، اما فرمان صادر شده. یعنی فرمان صادر شده اما جنجال تا فعلا هم است. اصل دلیلی که طالبان دارن، اونا میگن که ما وقتی موافقتنامه را امضا کردیم با امریکا، در اون موافقتنامه ما کاهش خشونت ها علیه نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نبوده. ما به وضاحت گفتیم که در موافقتنامه ما تذکر رفته که ما علیه نیروهای خارجی و امریکا دیگه عملیات نمی کنیم، که ما پابند هستیم تا فعلا به او چیزی که تعهد کرده بودیم. دلیل از اونها این است. اما طرف مقابل که حکومت افغانستان است، دلیلشان این است که در موافقتنامه آمدن که ما بریم به طرف کاهش خشونت ها، یعنی به مرور زمان. اما متاسفانه چنین چیزی نشدن. این میتونه چند مورد بیان بکنم. یکی که نشان میده که طالبا یک دست و یک پارچه نیستن، یعنی ما با یک گروه واحد طالبا مقابل نیستیم که وقتی اونا میخوان صلح بکنن همه جایی که در افغانستان نارمی از بیان وارد صلح شد. شما دیدین که در بین خود طالبا گروه های و معلقات مشخصی مخالفت دارند عملا با صلح، و اونا میگن که ما به جنگ خود ادامه میدیم. یک بحثی هست. بس دیگه ای است که غیر از طالبا گروه های مختلف دیگه هستند که عملا در جنگ هستند با حکومت افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، که این یک قسمت هم میتونه این شامل باشه. بس دیگه ای است که صلح افغانستان نیاز به اجماع منطقه‌ای داره. هر زمانی که یکی از کشورهای همسایه منافعشان اینجا دیده نشه، اونا به نحوی دخالت میکنند که ما در گذشته هم داشتیم. یک قسمت دیگهشان برمیگرده به ضعف مدیریت نیروهای دفاعی و امنیتی، متاسفانه که ما نتونستیم در این مدت استفاده بسیار خوب از امکاناتی که در اختیار ما قرار داشته و بتانیم تجهیز بکنیم. و 20 سال فرصت بسیار خوبی بود که میشد در این فرصت ما یک گردوی بسیار قوی میداشتیم، متاسفانه این فرصت ها را از دست دادیم و حالا در یک جنگ بسیار فرسایشی بسیار عظیم و بزرگ قرار داریم. بسیار خوب. یعنی بس تاکید بر کاهش خشونت ها بسیار وارد نیست، چون توافق روی این مسئله نشده. مامور وزارت دفاع ملی امروز گفته که در 5 تا 6 ماه آخر اوضاع در شمال از راه گذر امنیتی کاملا خوب شده یا بهبود یافته. شما میگه نه، خلاف این مسئله است؟ معاون وزارت دفاع تازه آمده در این پست، متاسفانه آگاهی کامل از وضعیت جنگی افغانستان نداره. من مطمئن هستم که شاید رهبری وزارت دفاع غیر از مهم سب دیگرهاش با این نظری که نادادن موافق نباشن. و امروز هم وقتی به مزار رفتن، اگر شما وضعیت امنیتی را تنها از داخل قول اردو مقایسه بکنین، وقتی میرین شما در داخل یک قول اردو پایین میشین و میگین وضعیت امنیتی خوب است، خب این نمیشه که ما اساس قرار بدیم و در مجموع یک مقایسه بکنیم. شما هم روزه خبرها دارین از شاهین، وقتی که شما قول اردوی شاهین در نظر بگیرین، وضعیت فاریاب بسیار وضعیت نابسامان هست. وضعیت جاوزجان شما دیدین که ولسوالی ها سقوط کرد، 4 پاسگاه امنیتی شب گذشته در قندوز سقوط کرد، که حتی قندوز یک قول اردو داره، قول اردوی 217 مربوط به قندوز میشه. بدخشان و تخار جنگ در شهر رسیده، تقریبا داخل شهر در اومای 5 کیلومتری 6 کیلومتری شهر جنگ جریان داره فعلا. ولسوالی ها یک تعداد سقوط کردن. آنچه که ما اون سب اظهار کرده، من نمیفهم که به اساس کدام آمار بوده، به اساس کدام اطلاعات بوده، اما حقیقت چیزی دیگه است. حقیقت همی است که ما متاسفانه وضعیت خوب نداریم. یعنی ممکن است یک فرد شماره 2 یک نهاد دفاعی یک کشور از اوضاع یک بخش کلان کشور بیخبر باشه؟ خب من گفتم پیشتر، یعنی من مسئولیت ازیرا ندارم که در مورد صحبت‌های از اونا حرف بزنم. اما ما چیزی اطلاعاتی که ما داریم قرائن است و اخباری که شما نشر میکنین همه نشان میدن که متاسفانه وضعیت خوبی ما نداریم. بسیار خوب. تحلیل از وضعیت، شما در تماس هستین، در ریزنی و بحث هستین با حکومت، به ویژه با نهادهای دفاعی و امنیتی، تحلیل کلی از اوضاع کشور پیش حکومت است، سرقومندان علای قوای مسلح، یک تحلیل کلی را داشته از وضع کل کشور؟ ببینین
ما با حکومت تصور چنین وضعیتی را نداشتیم. در ابتدا تصور به این بود که امریکایی‌ها از افغانستان بیرون نمیشن و موافقتنامه صلح هم با طالبان به امضا نمیرسن. اما زمانی که موافقتنامه صلح با طالبان به امضا رسید و بعدا هم روشن شد که امریکایی‌ها در گذشته تصمیم خود گرفته بودند و سربازای خود کاهش میدن در افغانستان، حتی یک گزینه ای بود که ولو که موافقتنامه امضا هم نشه امریکایی‌ها میخواستند که بنابر دلایل مختلف که بر سرش بحث نمیکنیم که عساکر خود کاهش بدن. وقتی که عساکر کاهش داده شد و موافقتنامه امضا شد، ما مواجه شدیم تقریبا با یک موج عظیمی از جنگ و این قبلا عرض کردم ناشی بود از چند موضوعی که طالبا به یک بارگی، یعنی طالبی که تقریبا شکست خورده بود در 2019، یک جمع کثیری از عملات هوایی با ایالات طالبا در نقاط مختلف انجام شد و این بسیار دستاورد خوب داشت، یعنی تقریبا روحیه طالب در سراسر افغانستان ضعیف ساخته بود و از بین برده بود. اینا لانایشون دوباره زنده شد، دوباره تجدید حیات کردن و آمدن قسمی برداشت کردن که ما میتونیم دوباره امارت اسلامی در افغانستان حاکم بسازیم و ما برحق هستیم. متاسفانه جامعه جهانی را هم قناعت دادن به نحوی که فعلا اونا در یک موضوع برحق صحبت میکنن. بس تحلیل یا برنامه از اوضاع کشور، منظورم به این مانورای چند روز اخیر در کابل، ننگرهار، پکتیا، کندهار بود، در حالی که نوار پایتخت را شما وضعش را میدانید چگونه است، نیاز نبود به جای مانور عملیات راه اندازی میشد؟ بله، من خودم یکی از کسایی بودم که مخالف با این مانورها بودم و اشتراکم نکردم در مانورها، چون معمولا مانورهای نظامی به خاطر از این است که شما دستاوردهای یک سال دو سال قبل تان میارین به نمایش میگذارین. متاسفانه ما کدام دستاورد خاصی نداشتیم در بخش نظامی و یک هزینه هم که داشت میشد این هزینه را مثل که شما پیشتر گفتین در عملیات ها ما اجرا بکنیم. کدام گپ خاصی در این مانورها نبود که ما ببینیم و از چشم مردم ما پنهان بوده باشه تا فعلا به وجا برده باشن به نمایش گذاشته باشن. نیاز بود که مقامات ارشد امنیتی افغانستان هر کدامشان در جاهای مختلف افغانستان در اکثر نقاط افغانستان می رفتن و مستقیم در این وضعیت در جنگ دخیل می بودن، مورال می دادن سربازها را، قماندانها را و این باعث از این می شد که ما می تانستیم یک قسمت زیادی روزی را دوباره بگیریم. تشکر آقای افضلی، رئیس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان از برنامه. و بیننده های گرامی، همچنان تشکر از شما که محور امشب را تا پایان همراهی کردین. وقت بخیر.